خوش آمده این همتران عزیز داشته های بخش پیم خانه ترکتیم داشت و حالا هم خوشبختان هم مهمان دار است. بله آقای فردین فدایی رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان با ما هستند. صحبت می داشته باشیم در مورد محفل همایش بزرگ حمایت انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور روز یکشنبه 13 سرطان در تالار اسبق وزارت امور داخله که برگزار شد. این برنامهشان تقدیر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. بیشتر صحبت ها را در این مورد با آقای فدایی می داشته باشیم. سلام صبح بخیر خوش آمدید. سلام صبح شما بخیر از همکاران عزیزتون و یک سلام دیگر به همه ملت افغانستان تقدیم میکنم. ممنونتون آقای فدایی، خیلی خوشحال هستیم شما رو در کنار خود داریم. خوب در مورد برنامه‌ای که داشتیم بیشتر از خودتون بشنویم. سلامت باشین. دیروز 13 سرطان سال جاری 1400 یک برنامه بسیار پرشکوه همایش و حمایت انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان، یک چند نهادهای همکار، اقشار مختلف جامعه که در اینجا حضور داشتن، یک برنامه خوب نسبتا خوبی بود. از بخش های وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، از وزارت دفاع قلوردی عملیات های خاص را ما 40 نفر سرباز بریتمل و پایین رتبار هم گرفته بودیم، 3-2 جنرال ها بود و همچنان از فرقه 111 کابل که مربوط وزارت دفاع ملی میشه یک تعداد اونا معرفی کرده بودن به تعداد 30 نفر، از قطعات خاص پلیس، امنامه، پلیس کابل، اداره ترافیک، اداره پاسپورت، ضد حوادث این بخشا نزدیک به 300 بخش های امنیتی و دفاعی حضور داشتن با یک تعداد نهادهای مدنی و افراد ملکی. برنامه بسیار پرشکوه بود، از همه رسانه سپاسگزاری میکنم. بسیار برنامه را خوب درست نشر کردن، یک جان سپاس. در این شرایط بسیار اساس ما باید از قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید ما حمایت بکنیم و تقدیر و تشویق باید بکنیم تا اونا رویه بگیرن که بتوانند در مقابل دشمنان این سرزمین درست مبارزه بکنن، که خوشبختانه دیروز یک برنامه متفاوت و تعداد زیادی از هموطنان ما میگفتن جامعه مدنی خاموش است و ما خواستیم که یک برنامه متفاوتتر و خوبتر و بهتر را گل برایشان دادیم، برگزار کردیم و از برنامه راضی بودن. و امروز ببینید دشمن های افغانستان به هیچ چیز باورمند نیستن. پل و پلچک از آدرس از اینا انفجار داده میشه، تعمیری که اعمار میشه از یک ولسوالی را دیدین شما در ویدیو که تکبیر یا الله اکبر میگن و انفجار میتن، نه مسجد و نه مکتب و نه ورزشگاه، هیچ جای از آدرس از اینا معصوم نیست. ما امی جنگ جاری در افغانستان از آدرس مخالفین که در حالت جنگ است با دولت افغانستان، علمای جهاد اسلام گفت و امام کعبه گفت، علمای جهاد افغانستان گفتن امی جنگ جاری در افغانستان ناجایز است، ناروا است. اما متاسفانه که اینا به گفته های هیچ کس اینا لبیک نمیگن و امو کشورهایی که اینا رو کمک همکاری میکنن در مقابل دولت افغانستان، مخصوصا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اینا مبارزه در حالت جنگ هستن که ما و شما خوب این که یک تعداد کسای آقای فدایی میبخشین صحبتتون رو قطع کردم. اون تصاویری که ما به نشر میسپاریم هم میخوایم شما تماشا کنید تا موردش بیشتر معلومات بدین. بفرمایید. اینجا گل برای قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دادیم. مدیر روابط وزارت دفاع ملی هست، دگرواز صاحب گلباری، یکی از چهرهای خوب ما، رئیس صاحب، جنرال صاحب پادشاه، نظام الدین پادشاه رئیس ضد حوادث بود. اینا قهرمانان قطعات خاص و بخشای مختلف هستند، برایشان گل دادیم و همه شان تقدیر نامه دادیم. امو بریت ملا، امو ساتن منا، امو ساتونکی که سرباز میگن، همه از اینا رو تقدیر نامه. خب در اوج گنجایش از این نبود که ما همه شان باید تقدیر نامه شان رو میدادیم، اما باز به قطعه شان تقدیم کردیم. به نمایندگی 4 نفر و 5 نفر از هر قطعه دیگه شان گفتیم شما میتونید در قطعه تون بتید و صحبت های ما همین بود و از وزارت دفاع که به نمایندگی سخنگویشان صحبت کرد، از وزارت داخله که به نمایندگی آقای آریان سخنگویشان بود و, و, و چند کسای دیگه بود که در اونجا صحبت کردن، سربازا هم صحبت کردن، از پلیس کابل هم صحبت کردن. هدف از این برنامه روحیه دادن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود
و به می شه و ما از اون قهرمانایی که در پهلوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سال هستن و مبارزه میکنن. امروز بعضی کسا با اونا یک نام بسیار غلط میمانن که اینا اوباش و مچ و مینا تفنگ سالارا و برادر از منطقه دفاع بکو وجیبیت است. و ما دفاع ملی ما ایره میگیم از وقتی که از حکومیت ملی خود از تمامیت ترجیح خود هر کسی باید از اونمون نقطه‌ای که هستن بالاخره بزرگا دارن چهرهای مطرح دارن اونا بیان با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با مخالفین باید در جنگ باشن که تا ما بتونیم که با سلطه غیر مشروع و غیر قانونی مخالفینی که وقتی که به باز و مصاحره رو بگیرن خب بسیار ظلم روا میدانن و بسیار کارهای دیگه هم میکنن که ما شما شاهد از این بودیم و خواستیم که یک برنامه خوبی را برگزار بکنیم. انشالله و رحمان برنامه دیگه هم خواد داشتیم اما این قهرمان ها در هر شرایط باید اینا مورد تقدیر و حمایت قرار بگیرن. بله بسیار خوب. در این شرایط سخت ناامنی که ما وجود داره بر ما وجود داره در افغانستان آقای فدایی کار نیک را انجام دادن و برنامه همایش و تقدیر از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که دیروز شما برگزار کردین صحبت های خوب را داشتیم. خب آقای فدایی در میان این نیروهای امنیتی ما از هر بخشی که بود شما نام بردین خانم ها یا بانوان هم حضور داشتن اونا هم مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتن یا خیر؟ قهرمانان قطعه خاص از بخش خانم‌ها حضور داشتند. که یکی از قطعات که واقعا مبارزشان قابل قدر است و در برنامه حضور داشتند و حدودا 5 نفر از قطعات خاص بود از بخش بانوان و میشه و ما از بخش های دیگه را گرفته بودیم. پلیس امن آمر از خانم‌ها بود، از پلیس کابل از خانم‌ها بود، یکی از جنرال های وزارت داخله که خانم مسلمه امانی رئیس اداره پاسپورت بود که در روز اونها وارد گرفتن. خانم ها حضور داشتن و تقدیر هم شدن بدون شک که امروز در شرایط بسیار اساس قرار داریم و در قسمت اول باید جندر مراد شد. ما اول اونا رو تحسین نامه دادیم بعد باز کسای دیگی را. اما اینا دوش از دوش برادرای خود یک جا مبارزه میکنن به خاطر حفاظت از سرزمین خود، به خاطر این که دشمنای قسم خوردی افغانستان ما را پارچه پارچه نسازن، ما را به خاک خون نکشانن، اما میرن در جبهات جنگ. قطعات خاص همی در جبهات جنگ است، در ولایت هایی که بسیار ناامن شو و در بسیار مشکلات که گیر بانن. قطعات خاص ما قهرمانان و قطعات خاص قلوردی عملیات های خاص و فرقی 111 و بخش های مختلف وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله اسپیشال فورس و بخش های مختلف میرن در جبهات جنگ و خوشبختانه ما اکثریت از اینا را با خود داشتیم و یک تالار بسیار خوب زیبای از قماندانی کابل سپاسگزاری میکنم که در اختیار ما قرار دادن. یک برنامه متفاوتی بود. انشالله و رحمان ما برنامه دیگه هم داریم و شهروندان افغانستان هم باید در قبال نیروهای امنیتی وجیبه خود باید ادا بکنن. حال ما باید فرق بین خوب و بد داشته باشیم. طالبه که مه با ما هیچ چیز نمیمانه، طالبه که تاک شمالی را در داد، طالبه که مثلا یعنی به هیچ چیز رحم نداره، نه به موجودات و نه به انسان و نه به هیچ چیز، نه به مواشی. اما ما باید این نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان به هر حالتش باشه ما باید حمایت کنیم و این از اینا باید روحیه بگیرن. دقیقا آقای فدایی، آرزومند هستم که همیشه همش محفل برگزار شد و بازداری از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صورت بگیره. ممنون شما از این تشریف. سلامت باشید. زنده و سلامت. همیشه موفق باشین. حالا هم یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین.